درود بر شما. 14 تیر ماه 1398 خورشیدی و 5 ژوئیه 2019 میلادی. نمیدونم درست گفتم 5 ژوئیه یا 5 جون. حالا به هر حال تاریخ ایرانیش براتون مهمه، برای منم همینطور. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به معرفی رئیس قوه قضاییه، جناب حجت الاسلام رئیسی که با ریاست قوه قضاییه شده آیت الله رئیسی. پرده آخرم آخر برنامه. تاریخ تصحیح می شود. 21 تیر ماه 1398 خورشیدی و 12 ژوئیه 2019 میلادی. رئیس قوه قضاییه ابراهیم رئیسی، متولد مشهد، 59 ساله. بعد از مدرسه ابتدایی میفرستنش درس طلبگی یک سره تو همون مشهد. 15 سالش هم که میشه میفرستنش قم، مدرسه حقانی میره. هیچ وقت دیپلم دبیرستان نگرفت آقای رئیسی، که بعضی جاها دیدم بهش میگن دکتر فلان اینا. انقلاب که شد 18 سالش بود، متولد 1339، جزو حدود 70 طلبه بود که آیت الله بهشتی آوردشون تهران و از اونجا پخششون کرد تو مناطق و سمت‌های مختلف. همشون بی تردید قاتل بودن. بی خود نمیگم، اسمشون رو براتون میخونم، یه چند تاشون رو. حسین علی نیری، حاکم شرع اوین، مخصوص زندانیان سیاسی شد. علی رازینی، دادستان انقلاب تهران شد. مصطفی پور محمدی که هیچ نیازی به معرفی نداره. علی اصغر میرحجازی، معاون امور خارجه وزارت اطلاعات شده، الان هم که بعدم اومد تو بیت رهبر و اصولا آدم گنده اطلاعاتی دست راست آقا امام خامنه ای. علی مبشری حاکم شرع اوین شد. روح الله حسینیان جزو اینا بود، قائم مقام دادستان انقلاب مشهد شد. علی فلاحیان دیگه خوب میشناسین، محسنی اژه‌ای، اینا آدمایی که تو شروع کار و جوونی، یعنی 18 سالگی تا واقعا 20 سالگی بودن، اینا برای خوش خدمتی تا تونستن آدم کشتن، جنایت کردن، همشون خیلی زود پست و مقام گرفتن. رئیسی 20 سالش بود که شد دادستان کرج. دادستان کرج به مدت 2 سال، دادستان همدان به مدت 3 سال، جانشین دادستان تهران به مدت 3 سال، دادستان تهران به مدت 5 سال، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به مدت 10 سال، دادستان کل کشور به مدت 2 سال و معاون اول قوه قضاییه همزمان با دادستانی دادگاه ویژه روحانیت به مدت 10 سال. بله، همزمان میفرسن آقای رئیسی رو از کرج، دادستانی کرج، همزمان میفرسنش دادستانی همدان. یعنی پرشورتر از این بچه 18-19 ساله پیدا نکردن. تو بازجویی و صدور احکام وحشیانه تو 2 تا شهر همزمان، تو اون روزایی که سنگ رو سنگ بند نبود و کمیته ها و دادستانی ها همه کاری جان و مال مردم بودن، خیلی آدم با استعدادی بود. با خانم جمیله علم الهدا یا علم الهدا، دختر احمد علم الهدا ازدواج میکنه که اون موقع آیت الله علم الهدا رئیس کمیته منطقه 1 تهران بود. کمیته علم الهدا معروف بود تو تهران به خاطر بگیر و بند بچه های سیاسی. رئیسی سال 63 میشه معاون رازینی، دادستان انقلاب مرکز، در سمت معاون گروهکی دادستان مرکز. در تابستان 67 عضو هیئت اصلی هیئت مرگ در زندانهای اوین و گوهردشت بود. ابراهیم رئیسی، مصطفی پور محمدی، علی نیری، مرتضی اشراقی، چند هزار زندانی سیاسی که بیش از 90%شون زیر 25 ساله بودن رو تو 1-2 ماه اعدام کردن.
زندانی هایی که حکم حبس خیلی هاشون داشت تموم میشد و بعد آزاد میشدن. آیت الله منتظری هم تو خاطراتش هست این مطلب که با هیئت مرگ وقتی که میرن قم به دیدار آیت الله منتظری میگه بهشون که اینا حکماشون خیلی هاشون تموم شده یا داره تموم میشه، اینا رو چرا دیگه اعدام میکنی؟ و میگه دیگه که شما رو نفرین خواهند کرد، لعنت خواهند کرد، تاریخ شما رو لعنت میکنه. در دیدار با اعضای هیئت مرگ در مرداد 67 به نظر ما بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ میمیزن. ده تا قدار به حمله ها بکنم والله من بیش از شدرم برای امام بسوده. من خب 50 سال یه برای آقا خمینی قضاوت نکنم، بیگم آقا خمینی چهره خونریز سرباز پرتاکی. خب این قضاوت که در آینده میکنن همین امروز هم میکنن، نه فقط درباره خمینی به عنوان یک چهره خونریز صفاک، درباره همه اون هیئت مرگ که همچنان هم افتخار میکنن به قتل عامی که کردن. طبیعیه که این سخنی که آقای منتظری گفتند درباره همه افراد از جمله رئیسی وجود داره. یکی از ایراداتی که با آقای رئیسی میگرفتن این بود که آقای رئیسی مثلا جز این گروهی بوده که اعدام کرده اون نفر رو. خب آقای رئیسی رو باید جایزه داد. اولا آقای رئیسی که از خونه صبح بودن نشده بیاد بیرون حکم صادر بکنه علیه منافقین. مسئول کشور امام تشخیص داده ایشون رو حکم داده و مسئول یکی از مسئولین این کار قرار. مردم باید تشکر بکنن از آقای رئیسی. من الان اعلام میکنم که اگر دوباره نیازمند باشیم که همون قاطعیت رو به خرج بدیم، قاطع تر، یعنی با توجه به این که تجربه رو پشت سر گذروندیم و مسائلی رو از با چشم خود دیده ایم، قاطع تر از پیش اقدام خواهیم کرد. ما هیچ شکی نداریم در این که یه روز به یکی از بزرگان عرفا شوخی کردم که رئیس دادگاه بود، گفتم آقا پرونده هات دیدم ماشاءالله خیلی قاطعانه. گفت اگر چیزی هم ما برای خدا داشته باشیم برای قیامتمون همین هاست. آقا اسم ایشونو بگید دیگه، چون جزء محاسن دیگه، غیبتش هم نمیشه. یعنی بزنید همش افراد شجاعی. آقای صدیقی نماز جمعه. خب خیلی حرف جالبی بود. مگه ما اشتباه کردیم؟ مگر ما عرضم به حضورتون برخلاف اخلاق عمل کردیم؟ برخلاف اخلاق. اعدام زندانیایی که دوره حکمشون تموم شده بود یا داشت تموم میشد عین اخلاق نظام مقدسه. تجاوز به دخترهای زندانی برای فرستادنشون به بهشت عین اخلاق جمهوری اسلامی. این صدیقی نماز جمعه که حسینیان بهش میگه عارف، میگه سراغ یکی از عارفان رفته بودن، واقعا اینا زدن به همه مفاهیم و واژه ها. حتی به صدیقی میگی عارف که تنها حاصل عمرش پرونده های اعدامه. میشناسینش خوب، از اول انقلاب تو قوه قضاییه بوده، الان هم مشاور عالی همین ریاست قوه قضاییه است، همین آقای رئیسی. اعدام های دهه 60 کار اینا بود. بعد از تابستان 67 خمینی میشنوه که عده‌ای به ویژه در شهرستان‌ها از این قتل عام جان به در بردن، بعضی از زندانیای سیاسی، فرمان صادر میکنه. میخوام رئیسی رو بهتر بشناسین. بسمه تعالی، جناب حجت الاسلام آقای نیری که رئیس اون هیئت مرگ بود، دامت حفاظاته،
از آنجا که گزارشات متعددی در مورد ضعف دستگاه قضایی به این جانب رسیده است و مردم شریف و متعهد ایران انتظار برخورد جدیتر با مسائل مختلف را دارند، به جناب عالی و حجت الاسلام آقای رئیسی مأموریت قضایی داده می شود تا نسبت به گزارشات شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام آباد و درود رسیدگی نموده و فارغ از پیچ و خمهای اداری با دقت و سرعت آنچه حکم خداست در موارد مذکور اجرا نمایید. و سلام، 11 دی ماه 1367. 20 روز بعد از این نامه، فرمان به اصطلاح، خطاب به موسوی اردبیلی که رئیس دیوان عالی کشور بود، خمینی نوشت فرمان: کلیه پرونده هایی که تاکنون در آن شورا، یعنی شورای عالی قضایی، با کمال تعجب راکد مانده است و اجرای حکم خدا به تأخیر افتاده است، در اختیار آقایان نیری و رئیسی قرار دهی تا هر چه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند، که درنگ جایز نیست. 1 بهمن 67، روح الله الموسوی الخمینی. یعنی هیچ کس به اندازه اینا نمی کشت و خمینی رو سیراب نمی کرد. بعد 40 سال آدم شده رئیس قوه قضاییه. وقتی 16 اسفند 97 رئیسی با حکم خامنه‌ای شد رئیس قوه قضاییه، سارا لیویتسون رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدبان حقوق بشر گفت: این بسیار آزاردهنده و صادقانه بگویم ترسناک است که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه بر حسابرسی و قانون در ایران نظارت می‌کند. او باید به خاطر جنایاتش مورد بازخواست قرار بگیرد، به جای اینکه او دیگران را مورد بازخواست قرار دهد. سال 72 رئیسی با حکم احمد جنتی شد دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر. این ستاد همون سال درست کردن و رئیسش هم شد همین احمد جنتی، برادر نوح پیامبر. بعد همین رئیسی که شد دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکرشون، موقعی که میخواست رئیس جمهور بشه، همین رئیسی سال 92 که خیلی بحث لغو مجوز کنسرت ها بود تو مشهد و جلوگیری از اجرای موسیقی که پدرزنش یعنی علم الخدا جنجال را انداخته بود تو مشهد و البته همچنان ممنوعیت ها ادامه داره، حالا بشنم این که چی میگفت آقای رئیس. کنسرت دو قسمه، کنسرت هنجارمند، حتما کنسرت هنجارمند من دنبال ایجادش هستم و دنبال توسعش هم هست. کنسرت هنجار شکن هیچ که تو کشور قبول نمی‌کنه. این با امیر تتلو میخواست کنسرت هنجارمند بذاره تو مشهد. واقعا خلف خمینی و خامنه ایه، درباره همه چیز اظهار نظر میکنه و مهمتر حکم میده. موسیقی هنجارمند، موسیقی هنجارشکن، موسیقی هنجارمند دیگه چیه؟ اصلا هنر هنجارمند چی چیه دیگه؟ اعتراض اگر در هنر نباشه، هنجار شکنی اگه نباشه، که دیگه هنر نیست. اعتراض از هنر بگیری چیزی نمیمونه جز مدایی، خلاقیتی دیگه نمیمونه. فقط همین که بیان یه عده رو جمع کنین مدح شما و نظام مقدستون رو بگن، پولشون رو بگیرن برن، برن مثلا فیلم چه میدونم گاندو بسازن، پولشون رو بگیرن برن، برن تو محفل آقا امام خامنه ای شعر بخونن، 20 میلیونشون رو بگیرن برن. هنر هنجارمند میخواد. حالا ببینین درباره این استفاده، یه تلاش در واقع رئیسی برای استفاده از تتلو، یه ویدیویی که الان میبینین و اینو توجه کنین بهش، اینو خبرگزاری میزان، خبرگزاری قوه قضایی منتشر کرده. پشتتون هستیم همیشه و انشالله قهرمانی رو و جشن نور رو بهتون تقدیم میکنیم و انشالله که خیلی آهنگ مثبتی بوده. حالا اگر که اون که مال آهنگی که مال امام رضا علیه السلام هست، کی خوندید شما اینو؟ اونو من هولوش 2 سال پیش کار کردم، ولی 1 سال پیش اومد بیرون. خیلی چیز اثرگذاری هست، اون خیلی مال امام رضا هم هست، شبت برکت هم که داره دیگه.
حالا اگر بتونیم ویدیوشو برای ویدیوش هم آج آقا ما یه فکری کردیم که همه فکر میکنن که امام رضا فقط مال آدم های مذهبیه، در صورتی که ما میخوایم جوری نشون بدیم که امام رضا برای یعنی واقعیت امام رضا برای همه ایرانه. ببینین اون سانسور صحبت های اون وسط لب میزد حرف نمیزد دیگه رئیسی، اون مال خود خبرگزاری قوه قضایی است، اینجوری منتشرش کرد، میگه اون پول برکت داره، پولی که برای مثلا چه میدونم کلیپ امام رضا ساختی تو فلان، حتما یه همچی. به هر حال اینکه حالا امیر تتلو کیه به این برنامه هیچ ربطی نداره. چیزی که میخوام بگم استفاده رئیسی از خواننده ایست که هیچ مناسبتی با قوانین و مقررات آقایون نداره، از ظاهرش گرفته که مخالف قوانین ظاهری آقایونه تا کنسرت هاش و غیره و غیر. چه میدونم بگم عمامت رو قاضی کن آقای رئیسی، حالا که رئیس جمهور نشدی ولی رئیس قوه قضاییه شدی، به اعتبار همین دل و قلب دادن به امیر تتلو، گوشواره زدن مردا و تتوکاری و طرز لباس پوشیدن شبیه تتلو رو واسه جوونا قبول داری؟ نمیشه که شطور سواری دولا دولا دیگه. دستگاه قضایی حکم بگیر و ببند جوونا رو تو کوچه خیابون نمیده دیگه، عروسی ها و مهمونی های ساده رو به اسم اینکه مختلطه به هم نمیریزن، حقه بازی آخوندی حدی داره. بذارین یکی دو تا نظرات جناب رئیسی رو درباره همین موضوع ها براتون بخونم. تا آخر برنامه من سعی میکنم برای هر چی یک مثال حداقل بزنم که حالا فرصت نداریم و حوصله‌ام ندارین شما که من بخوام زیاد رود درازی کنم درباره همین ماجرا. آقای رئیسی میفرمایند جلوگیری از اختلاط زن و مرد در محیط اداری به این جهت است که زن و مرد بتوانند خدمت رسانی بهتری به مردم داشته باشند و این کار یک حرکت خوب در جهت ایجاد فضای مناسب کار و تلاش برای بانوان است. این کار کاملا قابل دفاع است و اولین مدافع آن هم بانوان خواهند بود. مثل همه دیکتاتورها از قول مردم حرف میزنه، بانوان اولین مدافع این جدایی جنسیتی در جامعه هستن، جدایی زن آدم ها را از هم جدا کنی به اسم اینکه این زن این مرد. خیلی بحث درباره شده، من دیگه صحبت نمی کنم. به هر حال آقای رئیسی از این دفاع میکنه، بعد میره با تتلو میشینه، سعی میکنه ازش سوء استفاده بکنه که البته خب نتیجهشو دیدیم دیگه. رئیسی هم تو تبلیغات انتخاباتیش سال 92 و هم از وقتی رئیس قوه قضاییه شده خیلی از مبارزه ریشه‌ای با فساد میگه، با مفسدان اقتصادی میگه. نمونه یک نمونه باز نظراتش، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی با اشاره به حکم قطع دست یک سارق در شهر یزد و با بیان اینکه قطع دست سارقان بر اساس حدود الهی بوده و این حدود الهی از افتخارات بزرگ ماست افسود، مجازات سرقت بر اساس شرایطی که قانون مجازات مشخص کرده و همچنین مواردی که برای قاضی اثبات شود تعیین می شود. حالا این قانون مداری که تو نظام فاسد مالتی میلیاردرهای دوز دست پرتغال دوز رو قطع میکنه، این نگاه، این بیان، این جسارت و پررویی طبیعتاً باعث میشه که آدم از هر روز از نردبام ترقی قوه قضاییه بالا بره. سال 78 که شاهرودی میشه رئیس قوه قضاییه، رئیسی رو به عنوان معاون اولش میذاره که مدت 15 سال آقای رئیسی معاون اول قوه قضاییه است. سال 88 به عنوان معاون اول قوه قضاییه موازش به جای اینکه به دلیل جایگاه قضاییش، ببینین من هی تاکید میکنم به جایگاه قضایی و بیطرفی قاضی و ویژه قاضی القضات، برای اینکه به ویژه رئیسی بیش از همه مدیران و رؤسای دستگاه قضایی تا امروز سعی میکنه که خودشو وجیه المله نشون بده بر بیطرفی قاضی، بر جایگاه والای قاضی که باید باشه، واقعا بر اینا تکیه میکنه. و ببینین حالا خودش میبینیم چه جوریه دیگه، به جای اینکه
این جانب تعادل رعایت کنه. مثلا در سال 68 تندترین مواضع رو علیه معترضان به نتایج انتخابات میگیره. یک نمونه فقط بگم از دروغایی که این سید اولاد پیغمبر شیعیان گفت تا یه عده جوون کم سن و سال اعدام بشن در سال 88-89. اون موقع حکومت هر کسی رو به عنوان فتنه‌گر متهم میکرد. ببینین این دوتا جوون رو، محمد علی علی زمانی، آرش رحمانی پور، که ماها قبل از خرداد 88 به دلیل ارتباط با محافل طرفدار پادشاهی گرفته بودنشون، میان بعد از شلوغی های سال 88، خرداد 88، به اتهام شرکت در اعتراضات 88 اعدامشون میکنن. همون موقع صدای آمریکا با پدر آرش رحمانی پور بعد از اعدام آرش یه مصاحبه کرد که یه بخش کوتاهیشو بشنویم. اقدام به عملی نکردن که بشه بهش گفت مهاره. ایشون نه خونی ریخته بودن، نه قتلی انجام داده بودن، نه رعب و وحشتی به وجود آورده بودن، بلکه چند ماه مونده به انتخابات دستگیر شده بودن، لذا حساب قبل از جنایت کردن. به شما اعلام نکرده بودن که اعدامش کیه؟ نه خیر، نه تنها به من اعلام نکردن، به وکیل اعلام نکردن. الان دچار ناراحتی هستن، الان وضعیت نابسامانی خونه داریم، مادرشون حالش بد شده، خود من تقریبا چند وقت جایی سکته خفیفی شدم. در حال تاریخ گواه خواهد داد که چه کسانی که نیتهایی دارن. تاریخ آینه روشنیه. سرم میگفت من به آینه های دور دستم میگذارم، چرا که آینه ها به من دروغ نمیگویم. فقط خواهم بگم که فرزند من مظلومانه جنگی به راه ایران شدن. بله، خانم نسرین ستوده که الان زندانی است و اون موقع وکیل آرش رحمانی پور بود، در گفتگو با صدای آمریکا گفت آرش رحمانی پور و همینطور محمد رضا علی زمانی برخلاف مطالبی که در پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی انقلاب اعلام شده در ماجراهای پس از انتخابات بازداشت نشده اند. خانم ستوده افسود آقای رحمانی پور در فروردین سال جاری، یعنی سال 88، و دو ماه قبل از انجام انتخابات و در منزل خودش بازداشت شد و در زمان دستگیری بیش از 19 سال نداشت. بسیاری از اتهامات که علیه آرش رحمانی پور مطرح شد مربوط به زمانی بود که کمتر از 18 سال داشت و بنابراین به طور قطع و یقین پرونده آرش از پرونده های اعدام های زیر 18 سال است و این بار اعدام زیر 18 سال از بین متهمان سیاسی قربانی گرفت. خانم ستوده افسود آرش در تنها ملاقاتی که من به عنوان وکیلش به مدت ربع ساعت با وی داشتم به من گفت که در دو بازجویی خواهرش را که بازداشت کرده بودند روبروی او گذاشتند و گفتند که اگر می‌خواهد خواهرش آزاد شود باید به اعتراف‌هایی که از او درخواست می‌شود اقرار کند. خانم ستوده همچنین گفت به من به عنوان وکیل انتخابی آرش هرگز اجازه شرکت در محاکمه داده نشد. در جلسه دادگاه آرش که در مرداد ماه تشکیل شد من برای شرکت در جلسه دادگاه اصرار کردم. این موضوع باعث شد ماموران امنیتی من را تهدید به بازداشت کنند. کافیه تا همینجا که قضیه رو بدونیم و بعد این موضوع سر و صدای زیادی در جهان به پا کرد، حتی به دلیل سر و صدای زیادی که در محافل حقوق بشری و حتی در دولت‌ها محافل دولتی مطرح شد. اعدام این دو جوان توی مصاحبه‌ای که CNN با ممجواد لاریجانی مسئول امور حقوق خارجی امور چه می‌دونم بین الملل قوه قضاییه داشت، ممجواد لاریجانی گفت این دو نفر ماه‌ها قبل از انتخابات دستگیر شده بودند. گفت ممجواد اونجا این مصاحبه ثبته در تاریخ 12 بهمن 1388، مصاحبه CNN با ممجواد لاریجانی. با وجود همه این، حتی روشنی های آشکار شده، جناب حجت الاسلام رئیسی معاون وقت اول قوه قضاییه چه میفرمایند؟ مؤکداً شایعه عدم حضور اعدام شدگان در اغتشاشات اخیر را رد کردند و فرمودند دو نفری که اعدام شده
یعنی همین دو نفری که دو جوونی که دیدین و 9 نفر دیگر که به زودی اعدام خواهند شد قطعا در جریان آشوب‌های اخیر دستگیر شدند و هر کدام به یکی از جریان‌های ضد انقلاب مرتبط بوده و با انگیزه نفاق و براندازی نظام در اغتشاشات حضور یافتند. این شده قاضی‌القضات. چرا با علم به اینکه دروغ میگه و این دروغش باعث جنایت و کشتن آدم، قتل دو تا جوان میشه و 9 نفر دیگه، چرا با علم به اینکه دروغ میگه عمل میکنه و آدم میکشه؟ چون به ویژه سال 88 به قول خامنه‌ای نظام ولایت فقیه به لبه پردگاه رسیده بود. برای رئیسی همه چیز ولایت فقیه، بر رهبر معظم. کشور ما رمز وحدتش ولایت فقیه، رمز عزت و اقتدار و افتخار و عظمتش در واقع این عمود خیمه این نظام هست که ولایت فقیه باشه. رمز اقتدار یک کشور می شود یک نفر، بربریت محض، اونم تو دنیای امروز. از سال 91 رئیسی به حکم خامنه‌ای میشه دادستان دادگاه ویژه روحانیت. هر جایی میخوان شدت عمل به خرج بدن این آدم رو میفرستن. یک محکمه تفتیش عقاید دوره قرون وسطا. آخوندایی که خلاف نظر رهبر حرفی بزنن با این محکمه سر و کار دارن. آیت الله نکونام، سید حسین کاظمینی بروجردی، احمد منتظری، اینا فقط نمونه هایی هستند از دادستانی ابراهیم رئیسی در دادگاه ویژه روحانیت. اون کاظمینی بروجردی، آیت الله نکونام که مدت ها زندان بودن و کاظمینی بروجردی میدونم که آزاد شده، ولی چه آزادی، در حصر و فشار. و آقای احمد منتظری هم که 10 سال زندان دارش بریدن با دادستانی همین آدم. چرا؟ چون فایل صوتی صحبت‌های پدرش آیت الله منتظری رو خطاب به همون تیکهی که شنیدین، اون فایل خیلی طولانیست، خطاب به هیئت مرگی که همین رئیسی عضوش بود و تو دفتر منتظری حضور داشتن و آیت الله منتظری باشون صحبت کرده بود، منتشر کرد. آقای احمد منتظر 10 سال بهش زندان دادن. حالا رئیسی همزمان با دادستانی دادگاه ویژه روحانیت میشه رئیس شورای نظارت بر صدا و سیمای رهبر سال 91 تا 95. اونجا هم برو ببین چه خبره، سانسور کن، کسی هم روش زیاد کرد بگیر و ببند. همزمان با این انتصاب ها، یعنی از شهریور 93 تا اسفند 94، میشه دادستان کل کشور. اسفند 94 باز با حکم رهبر معظم میشه متولی آستان قدس رضوی تا بره ور دل پدر زنش مسلط بشه بر امپراتوری آستان قدس. ببینید، دیشب داشتم صحبت‌های تبلیغاتیشو تو انتخابات اخیر ریاست جمهوریشون می‌دیدم، صحبت‌های تبلیغاتی همین رئیسی رو. ما معتقدیم و این کار خواهیم کرد انشاءالله، دولت رو پشت ویترین قرار میدیم، تمام قراردادهای اقتصادی و تمام این در واقع گردش کار اقتصادی رو مردم بدونن، اطلاع پیدا کنن و بسیار مؤثر خواهد بود. مردم بدونند 3 سال رئیس آستان قدس رضوی بودی، کدوم قرارداد آستان قدس و کدوم حساب کتاب آستان قدس و مردم میدونن؟ مردم پیشکش، چه کسی غیر از خودتو یکی دو نفر دوروبریات تو آستان قدس و تو بیت پیشوا فهمید که شما چی کار دارین میکنین تو یکی از بزرگترین کارتل های اقتصادی و غول اقتصادی ایران؟ آستان قدس در تمام مناطق کشور املاک زیادی دارد، ولی این امر در برخی نواحی مانند خراسان چشمگیرتر است. از جمله بنا به اذعان خود آستان قدس قریب به 90% از املاک اراضی محدوده شهر مقدس مشهد
موقوف آستان قدس رضوی بوده و هست. آستان قدس املاک زیادی در مناطق مختلف کشور به اسم وقف به چنگ آورده و درآمد زیادی از این راه کسب میکند. آستان املاک و ساختمانهایی را تحت تصرف داشته و از آنها بهره برداری میکند. به علاوه بابت املاکی که عنوان وقف آستان قدس به آنها زده، مبالغی به عنوان اجاره بها اخذ می شود و نیز زمین های وقف پس از تفکیک به فروش می رسند. ارزش زمین هایی که آستان قدس تصاحب کرده به تخمین 20 میلیارد دلار است. آقای رئیسی، خودت چقدر به جیب عبا زدی تو اون 3 سال و اندی که تولیت آستان قدس بودی؟ میزان حق و تولیه آستان قدس 1/10 سود خالص همه موقوفات است و حق شخصی شرعی و قانونی متولی است. این قانون دیگه. 10% سود خالص مؤسسه‌ای که فقط ارزش زمین‌هاش 20 میلیارد دلار. بعد مالیات هم نمیدین. چرا مالیات نمیدین شما؟ مجلس هم تصویب میکنه آستان قدس باید مالیات بده، بازم نمیدین. تازه قاضی القضات و الان دیگه و قانون مدار هم هست. مالیات قانونه یا نه؟ بله. چرا حرم رضوی مالیات نمیده، آستان مالیات نمیده؟ در زمان تولیت فقید سعید، اون اول در اوایل انقلاب، ایشون یک شرحی نوشتن برای امام که اینجا تمام اقتصاد آستان قدس بر دو چیزه، یا نذر یا وقف، اصلا کار دیگه نداره. یعنی تمام گردش اقتصادی آستان قدس، تمام شرکتاش ریشش یا نذر یا وقفه. یعنی مردم میان 2000 تا میدن، یکی 10000 تا میدن، یکی یک زمین وقف میکنه، این اقتصاد آستان قدس. امام با دستخط خودشون مرحوم فرمودن آستان قدس رضوی و شرکت‌های وابسته مالیات ندهن، همون رو هم هزینه برای زائرین و فقرا کنن. از همون زمان این کار آغاز شد که من دارم میگم، مال حدود 30 سال قبله، مال الان نیست. و این 30 سال همین روش ادامه داشته. شرکتی که توش سرمایه‌گذاری می‌کنه و تمام این شرکت‌ها مال نظر وقفه. یعنی هیچ شرکتی بدون نظر وقف در اساطم وجود نداره. یعنی منشأ همه شرکت‌های اقتصادی نظر وقف. یعنی اینایی که معترضن بیشتر به معترض به حکم امامن. ببینید وقف رو، یعنی این زمینه رو فروختن تبدیل کردن به شرکت. یعنی منشأش وقف. اون شرکت هم موقوفه است. هیچ شرکتی نیست که موقوفه نباشه در آستان قدس رضوی. مطلقاً. یکی دوم این که اصلا مالیات دولت از ما میخواد بگیره، چقدر میخواد بگیره؟ 3 برابر مالیات پرداختی، 4 برابر مالیات پرداختی ما داریم به فقرا کمک میکنیم. یعنی کاری که دولت داره پول میده و بودجه میده و اعتبار میده به کمیته امداد بهزیستی جای دیگه، ما داریم در جای کشور داریم مسکن برای فقرا میسازیم، داریم نون آب برای فقرا جور میکنیم. یعنی چندین برابر پولی که باید مالیات پرداخت بشه، که البته ما این حساب کتاب خواهیم داشت بعداً به ملت اعلام من خواهم کرد که چقدر مالیات ممکن بود با آستان قدس در این معافیت مالیاتی تعلق بگیره، و چندین برابر اون ما در واقع کمک به دولت کردیم عملاً، چون این کار وظیفه دولته ولی آستان قدس این کار میکنه. چقدر حقوق بازن اینا خوندا. ببینیم وقتی مالیات شما میدیم باید دفتر و حساب کتاب داشته باشیم. میگه ما بعداً اینو نشون ملت خواهیم داد. بذارید من به زبان سلیس فارسی ترجمه کنم این جواب آقای رئیسی رو به اون سوالی که چرا مالیات نمیدین. میگه ما مالیات نمیدیم، شاید وقت گل نی به مردمم نشون بدیم که 3 برابر مالیات که بر اساس درآمدمون میبایست میدادیم و ندادیم، 3 برابرش رو خرج فقرا کردیم. به کسی چه؟ ما حساب کتابمون چیه؟ بعدم دولت به ما بدهکاره. حالا این به اون چه ربطی داره کاری ندارم. میگه دولت به ما بدهکاره. قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه آستان قدس متولی موقوفه است و نمیتواند از 1 ریال از طلب خود بگذرد، اضافه کرد طلبهای آستان قدس رضوی از دولت 3700 میلیارد تومان است. بسیار. غیر از درآمد خودت آقای رئیسی که تو 3 سال و خورده‌ای که افتخار خادمی امام رضا زامن آهو رو داشتی، 10% سود خالص موقوفات آستان قدس رو برداشتی و حق شخصی و شرعی و قانونی تم بوده، از درآمدهای به اصطلاح عمومی آستان قدس چه کردی واسه مردم؟
قرار بوده کار بشه برای مردم دیگه. همین هم که خودت داری میگی که نمیدونم من مالیات نمیدم، حساب کتابم نمیکنم، ولی برای فقرا کار کردم. واسه همون خراسونیا، نه برای بقیه مردم، این واسه فقط مشهدیا. یک سوم جمعیت 3,200,000 نفری مشهد حاشیه نشینند. 16 اسفند 97 ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه منصوب شد. همون روز سیمای آقایون یه رپورتاج آگهی پخش کرد. ابراهیم رئیسی 58 ساله، متولد مشهد، مجتهد و دارای دکترای فقه و حقوق خصوصی و مدرس سطوح عالی حوزه و دانشگاه است. آخرین مسئولیتش تولیت آستان قدس رضوی از 17 اسفند سال 1394 تا کنون است. بررسی کارنامه 3 ساله رئیسی در آستان قدس نشان می‌دهد رویکرد اصلی او توجه به محرومان و قرار دادن امکانات اقتصادی آستان در جهت رفع فقر و محرومیت بوده است. چجوری در جهت رفع فقر بوده؟ ببینین تصاویر یکی از محله‌های فقیرنشین مشهد رو. بله، چند نفر تو این محله زندگی میکنن؟ چند نفر در این محله ها زندگی میکنند؟ دست کم 1,000,000 نفر دیگه در محله های شبیه این زندگی میکنن تو مشهد. این وضعیت رو دارن و بدتر از این. این تازه خوبشونه. رئیسی که میشه تولیت آستان قدس رضوی، مرتضی بختیاری رو میکنه قائم مقامش، همه کاره آستان قدس. مرتضی بختیاری که قبلا چی کاره بوده؟ مدیر کل دادگستری استان. ببینید دوروبریاشو یواش یواش براتون میگم. رئیسی رو مرتضی بختیاری که میکنه قائم مقام خودش، مدیر کل دادگستری استان خراسان و فارس بوده، رئیس سازمان زندان ها بوده، استاندار اصفهان در دولت اول احمدی نژاد بوده و وزیر دادگستری احمدی نژاد. اتحادیه اروپا همین مرتضی بختیاری از سال 90 به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق بشر داشته از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی های اون نیز در اروپا توقیف شد. این آدم به حکم رئیسی شد قائم مقام آستان قدس رضوی، قربونش برم، جایگزین مهدی عزیزیان شد. مهدی عزیزیان نیز طی حکمی از سوی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به سمت مشاور عمرانی و عضو هیئت امنای آستان قدس رضوی منصوب شد. رئیسی همچنین در حکمی دفتر دکتر فرهاد رهبر رو به سمت رهبر چی بود؟ به هر حال به عنوان مشاور اقتصادیش و دبیر کارگروه اقتصادی آستان قدس رضوی منصوب کرد. حالا درباره رهبر ای رسیدیم، باز یه اشاره میکنم که باری آقای مهدی عزیزیان که قائم مقام آستان قدس بود و شده بود مشاور عمرانی و عضو هیئت امنای آستان قدس، یهو خبر آمد که با پولای امام رضا در رفته. 7 فروردین 96 روزنامه خراسان خبر خروج قائم مقام پیشین تولیت آستان قدس رضوی از کشور را تایید کرد. خراسان نوشت صبح امروز برخی اخبار حکایت از خروج مهدی عزیزیان قائم مقام سابق تولیت آستان قدس رضوی از کشور به دلیل پاره از مشکلات اقتصادی دارد. چقدر دزدید و در رفت؟ مهدی عزیزیان با 1,000,000,000 تومان از دارایی های شرکت عمران رضوی به خارج از کشور گریخت. و بدتر این که آقای رئیسی که رئیسش بود و الان قاضی القضاته، چند ماه قبل از فرارش میدونست که این دزد کلان بغل گوشش رو به هیچ که حساب پس نمیده، عزلش کرده بود ولی دلیل عزل رو به هیچ کس نگفته بود که نگیرنش. یه وقت آخرش هم با کمک همون قائم مقامش، همون رئیس زندان بانا فلان اینا، مرتضی بختیاری، با کمک قائم مقام ابراهیم رئیسی، آقای مهدی عزیزیان با 1,000,000,000 تومان اینطور که خودشون اعلام کردن از کشور در رفت. این ماجرایی که عرض کردم خدمتتون، همه دستگاه‌های حکومت میدونن که رئیسی خبر داشته و بدون اینکه عزیزیان معرفی کنه و لو بده گذاشته با پولای دزدی در بره. خودش آمد گفت من چند ماه قبل از اینکه فرار کنه عزلش کرده بودم. بقیه‌شو نگفت.
بعد حالا این شخص میگه من با فساد مبارزه میکنم و اهن و طلب. غیر از درآمد هزاران میلیاردی که از بیزینس شرکت‌ها و زمین‌های آستان قدس به جیب عبای مبارک ریخت، مثل بقیه آخونده و مثل سلفش عباس واعظ طبسی و خانواده، خرافات و جهل مردم هم همیشه وسیله پول در آوردن واسش بوده، مثل بقیه آخونده. خیلی کوتاه بخونم. یکی از خدام حرم امام رضا تعریف میکرد کبوتران حرم امام رضا در ماه بیش از 800 میلیون تومان و در ایام پرترافیک زوار بیش از 1 میلیارد تومان برای متولیان حرم سوددهی دارند. در 10 مکان برای کبوتران گندم ریخته می شود. در هر مکان قفسهایی است پر از کبوتر که زوار با پرداخت 2000 تومان پرنده ای را خریده و آزاد می کنند. اکثر زوار یا زوار 10 تا و 20 تا هم میخرن. عرب ها که همیشه به تعداد فرزندان کبوتر آزاد میکنن و زوار نمیدانند که این کبوتران جلدند و به جز حریم حرم جایی نمیروند، میرن و برمیگردن کجا آزاد میشن. گندم را در بسته های 200 گرمی به مبلغ 1000 تومان میفروشن، یعنی 1 کیلو گندم را 5000 تومان میفروشن و خادمانی هستند که دائم در حال جارو کردن و جمع‌آوری گندم ها هستند. در هر مکان هر ساعت بیش از 5 کیسه 10 کیلویی گندم جمع‌آوری میکنند که در مدت 24 ساعت بیش از 10 تن گندم انبار میشود و مجددا کیلویی 5000 تومان به زوار فروخته میشود. جناب حجت الاسلام رئیسی که از وقتی شده رئیس قوه قضاییه بهش میگن آیت الله رئیسی، با این پولایی که از مردم بدبخت نیازمند چی بگم خرافاتی در آوردی، سوء استفاده کردی، چه کردی؟ تازه از فاصله طبقاتی هم رئیسی میگه. فاصله طبقاتی زیبنده نظام اسلامی نیست، ولی فاصله رو باید کمتر و کمتر بکنیم، یکی از شکم زیر و یکی از شکم گرسنه. این شعارهای یک قرونی رو آخه کی باور میکنه آقای رئیس؟ یه مثال بزنم از سازمانی که مستقیم زیر نظر حضرت عالیه، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. این سازمان سازمانی است مستقل طبق قانون که به طور مستقیم زیر نظر رئیس قوه قضاییه انجام وظیفه میکنند. حالا ببینید تو زندان اوین و از چجوری گزارش خیلی جالبی منتشر کرده روزنامه شرق از اتاقهای لاکچری زندانیان بند مالی زندان اوین. یک زندانی میگوید هر ماه حدود 45 میلیون تومان خرج اتاقمان است. البته خرج زندان اصولا زیاد است. مثلا زمانی که گوشت کیلوی 120 تومان بود ما کیلوی 200 تومان میخریدیم. این تومان ها به میلیون ها 200 میلیون تومان. 200 هزار تومان بعد وقت 10 کیلو 200 میلیون تومان. یا شامپو خارجی 45 تومان و شامپو خارجی 45 تومانی رو 100 تومان می‌خریدیم. در اتاق ما دیویدی هم بود و هر دیویدی موسیقی 1 تومان هزینه داشت، 1 میلیون تومان هزینه داشت. من و 2 نفر دیگر که خرج اتاق را می‌دادیم تلفن داخل اتاق برای ما بود و بقیه باید برای استفاده از تلفن اجازه می‌گرفتند. همه بیرون از اتاق تماس می‌گرفتند. ما 3 نفر و حسابدارمان در اتاق زنگ می‌زدیم. گرفتن مجوز برای رفت و آمد به بیرون زندان خیلی سخت است. فقط متهمان مالی خیلی بزرگ می‌توانند این مجوز را بگیرند. در دوره‌ای که شهرام جزائری در زندان بود این اتفاق برایش راحت می‌افتاد. حالا آقای رئیسی، حضرت عالی رئیس قوه قضاییه و رئیس مستقیم سازمان زندان‌های کشورید، این وضعیت زندانیاست، آینه جامعه ایران. هر کی پول داره بیشتر می‌خوره، به قول همین زندانیا امکانات هم بیشتر داره، اونی هم که نداره باید بمیره. هیچ کس هم از حضرت عالی انتظار کار به نفع مردم نداره. جدا از کارنامه خودت در 40 سال گذشته مسئله معروفی است که میگه کسی اگه میخوای بشناسیش ببین رفیقاش کیان. همه کسایی که دور و برت بودن تو تبلیغات انتخاباتی و بعدم گرچه نشدی رئیس جمهور ولی اینجا و اونجا بهشون پست دادی مثل همون رهبر، همشون پالونشون کجه. سعید مرتضوی، رستم قاسمی، من اینا رو معرفی نمیکنم، فقط اسماشون رو میگم. مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد بود. فرهاد رهبر که گفتم، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت احمدی نژاد. نادر طالب زاده توطئه پرداز تلویزیونی. و یه نکته رو که
آره فرصت داریم من بگم یه نکته که این روزا خیلی بهش پرداخته میشه و رسانه‌ای شده است. آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه سوال میکنم ازت، چرا بهش نمیپردازی؟ چرا سکوت کردی؟ محترمانه عرض میکنم خدمتتون. سخنرانیتون رو درباره اعتراض به نتیجه انتخابات 88 هممون یادمونه که دفاع کردی ازش، و حالا یه نفر هست که آدم مهمی هم بوده و هست توی دسته رقیب حکومتی شما، آقای محمد رضا خاتمی، که میگه دفاع از جمهوریت و دفاع از رأی مردم اونی نیست که شما میگین، چون تو انتخابات 88 تقلب شده. میتونیم اون قسمت تقلب رو پخش بکنیم؟ وزارت کشور اونجا اتفاقاتی افتاده. این چه اتفاقی دقیقاً افتاده؟ اتفاقاتی افتاده که همه صندوق رای انشا شده 8 میلیون رای بهش اضافه شد. شما واقعا معتقدین یا این شوخی میکنین؟ نه معتقدم. یعنی معتقدین تو وزارت کشور 8 میلیون رای اضافه شد؟ خب دادین 2 سال زندان به آقای محمد رضا خاتمی به خاطر این حرفش. محمد رضا خاتمی بعد از جلسه دادگاه اومد سراغ خبرنگارا. برو گوش کن. آنچه در پشت پرده گذشت و آنچه در اتاق تجمیع آرا گذشت بر ما روشن نیست. من ثابت کردم حداقل تعداد 7,089,993 رای تقلب شده است. فتنه واقعی این است. بعد از اینکه خبرگزاری سپاه اعلام کرد که حکم 2 سال زندان برای محمد رضا خاتمی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش از خان عمومی صادر شده، آقای خاتمی متن 324 صفحه‌ای دفاعیاتش رو منتشر کرد. نامه‌هایی هم به سران سه قوه نوشت، به ابراهیم رئیسی نوشت. سال‌هاست همه معترضان به روند برگزاری آن انتخابات، انتخابات 88، مصر به تشکیل دادگاه علنی هستند تا مدارک و مستندات خود را ارائه نمایند. اینک این توفیق نصیب این جانب شده و به وسع خود توانستم بخشی از این اسناد و دلایل را به دادگاه عرضه کنم. بر این اساس مایل هستم متن دفاعیات خود را که علل قاعده جناب عالی می‌بایست در جریان جزئیات آن باشید تقدیم کنم. در این دفاعیه مستنداً نشان داده شده چه کسانی عمدن یا سهواً باعث شدند تا در جمهوری اسلامی باعث شدند تا در امانت آرای مردم خیانت شود. لذا درخواست دارم دستور احضار این افراد و پیگیری قضایی پرونده انتخابات سال 88 را به هر نحو که صلاح می‌دانید صادر فرمایید. من کاری ندارم آقای رئیسی، نظر خودت چیه؟ به عنوان قاضی قضات حق نداری که نظر شخصی تو اعمال بکنی و انشا بکنی. این موضوع رو یک بار یک نفر در جمهوری اسلامی ایران بعد از 40 سال نباید بیاد پا پیش بذاره. و تو که خیلی میگی آدم جرأتمندی هستی، خب بیا اینو علنی کن و بیا پاسخ روشن به دفاعیات آقای محمد رضا خاتمی بده. بریم پرده آخر. این زن کنیز یک مرد دیگری است، حرامه بر این نگاه کردن بهش، حرامه. خریدش حلال شد، آزادش کرد حرام شد، عقدش کرد حلال شد، زهار کرد یک عمل خاصیه، زهار کرد حرام شد، کفاره داد حلال شد، طلاق داد حرام شد، رجوع کرد حلال شد. از یک شب تا از یک صبح تا به شب متعدد یک زن در یک مد حلال میشه حرام میشه. این مسئله فقهی معمولیه. مرد شب و روزگار خوش.